گردن نرم، قصه حقیقی زندگی. نویسنده رامین احمدیار. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این ویدیو شما داستان گردن نرم را میشنوید. قبل از اینکه داستان را آغاز کنم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب بکنید و همچنان برای تماشای ویدیوهای جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. همچنان اگر خواستید داستانهای خود را با ما شریک کنید، می توانید از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان. گردن نرم. شبهای گرم تابستان بود. آنگاه نیز مانند امروز در مکروریان بود و باش داشتیم. از آپارتمان همسایه منزل چهارم که محفل عروسی داشتند، صدای خنده و شادی زنان به گوش می رسید. صدای دایره زدن و چک چک توأم با آهنگ هی گله بیارین گله آبی را بیارین بلند بود. چیزی که در لابلای آهنگ ملایم زنان جالب می نمود، آواز یگان تکی انداختن مرد نیز شنیده می شد. و بشقاب طلایی خارمایی علا در برخبرگیرای نمیایی. بعد با راگ قلقله می کرد هی گله بیارین گله آبی را بیارین. او را از آواز شناختم. مردکه با ریش ماش و برنج دراز و کلاگک گریشنیلی سفید که عصرها دهن در ورودی دهلیز می نشست. بیچاره همسایه ما بود. گرچه آن روزها ریش و کلا علایم یکسان همه مردان بود، چون کابل تحت سلطه حکومت طالبان به سر می برد. آن شب داغ و بیبرق تموز در بالکن سمت آشپزخانه که سایه رخ بود می خوابیدیم. به همین دلیل می شد تا از پایین میله ها آهنین بالکن بلاک دهلیز ورودی را به خوبی دید. ناگهان طالبان که تعدادشان به چندین تن می رسید، با سلاح‌ها و کیبل و شلاق رسیدند. بدون شک صدای و ساز و صدای کاکاکولا کرشنیلی را شنیده بودند. به همین مناسبت قماندان آخوندشان صد بار توبه کشید و دندان روی دندان ساییده کاکا را نفرین می کرد. توبه گوره دغه بیناموسه او کپر خلق هیچ نمسلمان کیگی دغه کبران. افراد با لنگوته های سفید که گرد سرشان داشتند خود را عقب درختان و لبه چاه بلاک در تاریکی مخفی کردند. آخان با یک عالم قهر و غضب صدا کرد: او کپرانو، او کمونستانو. اما صدای او به خاطر بیروبار ساز و سرود مجلس تا گوش آنها نرسید و در عروسی خانه کسی فریادهایش را نشنید. کاکا کرشنیلی که گلویش گرم آمده بود و یک جا با زنان چاربیتی می انداخت و غلغله داشت، از دنیا خبر نبود. همه برای خوشی عزیزانشان شاد بودند و چنان غرق هلهله که گویا فراموش کرده بودند که در شهر رژیم ضد سرور و خوشی حکم فرماست. آخوند در پایین دندانسایی داشت و از خشم مثل مار به خود می پیچید. یک بار دیگر با صدایی که حالا دیگر جر شده بود: لا اله الا الله، ای کاپرانو، ای کمونستانو. و با قهر هرچی قدرت داشت به در و دروازه قفل شده عمومی دهلیز بلاک با مشت و لگت می کوبید. مگر کسی جواب نمی داد. همه همسایه ها خودشون را مرده انداخته بودند.
سرانجام طالبان متوجه یکی از همسایه های منزل دوم که میخواست آب بنوشد شد و بر او صدا زد که به دروازه آپارتمان عروسی خانه رفته و مردانشان را بیرون بیاورد. همسایه که از بس به وحشت افتاده بود بدون ذره سرپیچی اطاعت کرد. او با یک ترات به عروسی خانه رفته و احوال طالبان را به آنها رسانید. چوب باشید، آرام، طالبا آمدند. الا طالبا، طالبا. ناگهان آن همه سر و صدا را خاموشی بلعید و تاریکی آپارتمان و بلاک را به کام خود فرو برد. گفتی در لحظه اسرائیل همه را قبض روح کرد. آخوند به فحش و دشنام خود همچنان ادامه می داد. مردتان پایین روان کنین، اگنه می آیم و همه تان را امونجا قصاص می کنم. در عروسی خانه گویا کسی نمی توانست جرأت بیرون آمدن کند و بدون شک هر کدام از این معرکه پاپس می کشیدن. سرانجام کاکا کریشنیلی که صاحب خانه بود با یک دنیا ترس و لرز بیرون شد. کلاگک سفید کریشنیلیش را بر سر و پاهایش را کش کش کرده در چند متری طالب رسید. سلام ملا صاحب، سلام ملا صاحب. طالب با خشم: مرگ سلام، پدر لعنت کمونست، شرم نداری، حیا نداری؟ او بی غیرته، او بی ناموسه. مردکه با ترس: صاحب بد کردیم، جگ زدیم. ببخش ملا صاحب، سیاسرها بودند. طالب: سیاسر نبود، تو بودی بی شرم بی حیای کمونست، حال بگیرم جو جوت کنم. کاکا کرشنیلی: میدکو صاحب، حق داری، مرا زده زده بکش. ملا صاحب: بد کردیم، گناه کردیم، پدر خود لعنت کردیم. ناگهان خودش را به زمین انداخت. توبه کنان پاهای چپلیدار آخوند صاحب را محکم گرفته بود. همچنان ادامه داد: مرا جذابتین ملا صاحب، مرا جذابتین. و هر دشنامی که آخوند با قهر تقدیمش می کرد، کاکا کرشنیلی مرد با صداقت تصدیق می کرد. طالبان که مخفی بودند از مخفیگاه‌هایشان بیرون شده و با دیدن مرد حیران مانده بودند که چی کنند. آخوند که دید کاکا کرشنیلی ترسیده، گفت: برو، از ای که آدم خوب هستی، توبه کردی، بخشیدمت، دیگه ساز نزنی و حق نان طالبا را هم در حوزه روان کن. کاکا کرشنیلی با عجله از زمین برخواسته و راست شد و گفت: به دو تخم چشم ملا صاحب، صدقی زلف و کاکولایت شا ملا صاحب. و با بسیار خوشحالی به طرف خانه خود فرار کرد. من که این همه را از سر بستر خوابم که افتاده بودم تماشا می کردم، با خود گفتم گردن نرم را حتی طالب ظالم نمی بره. و ناخودآگاه بر حال خود و بدبختی کاکا کرشنیلی و آخانده که بدون دلیل به هیولا مبتلا شده، قه قه خندیدم. بر روز سیاه یک ملت در آن شب سیاه خندیدن خاطره سیاه بیش نیست. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.